مسابقات رشته رزمی میتاب ما که از 28 میزان امسال در شهر بامیان آغاز شده بود روز گذشته پایان یافت. این رقابت ها میان تیم های از 6 ولایت کشور از جمله بامیان، دایکندی، میدانمردک، کابل، بغلان و غزنی برگزار شد. این مسابقات به میزبانی آمریت تربیت بدنی ولایت بامیان برای گزینش ورزشکاران برتر در تیم ملی تبما راه اندازی شده است. این ششمین دور رقابت های تبما در کشور است که در بامیان برگزار شد. در این دور تیم ولایتی میدانمردک مقام اول، ولایت دایکندی دوم و کابل مقام سوم را کسب کرد. در مسابقات منتخب تیم ملی ورزش های رزمی تیم ما به تاریخ 28 ماه میزان در ولایت بامیان تعداد 6 ولایت اشتراک داشتند که الحمدلله مسابقات مدت 3 روز ادامه پیدا کردند و شما شاهد جوایز تحفه هایی بودین که مسابقات الحمدلله بسیار به خوبی و بسیار همطور منظم به پایان رسید. که شما در جریان هستین، ورزش های رزمی یک قواعد مقررات خاص داره که همون کسایی که مقام اول را کسب میکنن اونا عضو تیم ملی میشوند و عضو تیم ملی را کسب میکنن. خوشبختانه ولایت دایکندی در این مسابقات 5 مدال طلا، 2 مدال نقره، 2 مدال برنز را کسب نمودن و همچنین نایب قهرمان مسابقات و همچنین با اخلاق ترین تیم در سطح تیم ملی افغانستان نیز شناخته شدند که امروز این افتخار بزرگ را برای ولایت دایکندی در مسابقات تیم ملی تبما به دست آوردند. با این حال ورزشکاران از کمبود امکانات و رفع نشدن چالش هایشان با گذشت سال های متمادی شکایت دارند. اسماعیل و عصمت الله از ورزشکاران ولایت های دایکندی و کابل میگن که این بی توجهی سبب شده است که انگیزه آنها برای اشتراک در رقابت ها و ادامه دادن به ورزش پایین بیاید. مسابقه که برگزار شده بود به خاطر پیشرفت و ترقی ورزشکارا بود و خودم مقام اول به دست آوردیم. دیگه هر مسابقه و هر جایی که به هر گوشه افغانستان که برگزار میشه فرض به خاطر ترقی و پیشرفت ورزشکارا است. دولت دایکندی که است زیاد ورزش بسیار خوب است و تنها چیزی کم است بودجه کم است. خب درخواست ما از دولت نمیست که ورزشکارا را حمایت کنه و را در قبال مثلا وقتی یک نفر یک ورزشکار از کابل می او را حمایت کنه تا بتانه در مسابقات خارجی دستاورد کسب کنه برای افغانستان. قرار است که ولایت بامیان در روزهای آینده میزبان مسابقات انتخابی اسبدوانی و هاکی در این ولایت نیز باشند. رقابت های اسبدوانی تا 3 روز دیگر در 4 میزان با اشتراک 19 تیم از سطح کشور یا پس از آن قرار است که 16 تیم دیگر در رشته هاکی با هم رقابت کنند. مسعود اختیاری، بامیان.